معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری میگوید که توماس وست نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان در جریان نشست سوم دوحه بر امارات اسلامی فشار آورده تا شهروندان آمریکایی زندانی در افغانستان را رها کنند. ودان پاتل می افزاید که این درخواست همیشگی آنهاست و در هر فرصت بر رهایی بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی زندانی در افغانستان تاکید می‌ورزند. در این دیدارها نماینده ویژه توماس وست بر آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند تاکید کرده و خاطر نشان نمود که این بازداشت ها مانع پیشرفت به رسمیت شناختن بین‌المللی طالبان می شود. مقام های ایالات متحده به طور مداوم و در هر فرصت برای آزادی آنها بر طالبان فشار می آورند. رئیس هیئت امارات اسلامی در سومین نشست دوحه می گوید که با نمایندگان آمریکا گفتگوی کوتاه داشتند و در این گفتگو او نیز بر رهایی زندانیان افغان از زندانهای آمریکا شده، به ویژه کسانی که در گوانتانامو زندانی اند. او که دو آمریکایی ادبام بندیان دی افغانستان که دیگه خلاصون پر از مقدسی سر مخکیم را بسونه کریو د افغانستان شرایط باید ومنل سی په غشت باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي په ګوانتانامو کې بندیان دي دغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع راخلاص کړی سو که نه څرنګ سي امریکایي اتباع هغو ته مهم دي موږ ته افغانان مهم دي په دې باندې موږ هغو سره بحثونه کړي دي خو دلته هم لنډه اشاره وسوه څومره هلته وخت کم و نور موضوعات تیرو سي دې هغه پخواني چینلونو له لارې نه به دا موضوع ته حل لار پیدا سي. اما آیا موضوع زندانی ها می تواند به یک گفتمان میان کابل و واشنگتن مبدل شود و این گفتگوها منجر به سرگیری روابط میان دو کشور شود؟ اگر گروگان های امریکایی آزاد شوند کار نیک است، برای افغانستان خوب است و برای بایدن هم برای کمپین انتخاباتیش کلان کمک می شود. هرچند امارات اسلامی روابط خوبی با کشورهای همسایه و منطقه دارد، ولی روابطش با غرب به ویژه آمریکا چندان برقرار نیست و امارات اسلامی آمریکا را بزرگترین مانع فراراه کسب مشروعیت جهانی خود می‌داند.